تو را حق دادم از آویان خدایت، شکن زنجیری از آرد زباید، کنیم نابود خشونت را زمین، همین باشد تو را راه و رضایت. نسوزد دل کس بر حال مردم، بکن ثابت حقوقتان زندگیتان. احمد بچیم، خوب شد که از این نظارت خانه برآمدم و از بندیگری خلاص شدم. والا در گناه ناکده بند مانده بودم. کاکا جبار، حکومت ما شمای رقم نیست که شخص بیگناه را بندی کنه. اونا ایدن که شمای جرم ندارین و در تومت ناق بندی شدین، به می خاطر الایتان کرد. راست میگی بچیم، واقعا که حکومت کشور ما یک حکومت فعال است. و ها راستی، خوب شد مرا لطو گم نکدن، بسیار میترسیدم. کاکا جبار، در قوانین ما لطو کوب یا شکنجه متهم من قرار داده شده. چی میگی احمد؟ او دولت است و ما مردم عام، میتانست که لطو کوبم میکدن. نی کاکا جبار، حق لطو کوب ندارن و اگر لطو کوب کنن با زیر سوال میرن. احمد بچیم، تو خسارانوال استی و دباری قانون میفهمی. خی دباری لطو کوب در قانون دیگه چی گفته؟ اول خویی که لطو کوب یا شکنجه در شریعت اسلام ممنوع قرار داده شده، یعنی به طور کلی تعذیب و ایذای انسان نسبت به انسان دیگر در شریعت حرام بوده و نزد عقل و عقلا قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکل مورد عذاب و اذیت قرار بده. این موضع‌گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمام فقها بوده و به آن دلایل نقلی و عقلی متعدد اقامه می نماید. خو بله، در قانونم به خاطر ممنوعیت لط و کوب و شکنجه سریعاً حکم شده که مواد 29 قانون اساسی چنین صراحت میکنه: تعذیب یعنی شکنجه انسان ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. چقدر خوب. بله کاکا جان، و همچنان در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه از رفتارها و مجازات بی‌رحمانه غیر انسانی نسبت به افراد و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه شکنجه را ممنوع قرار داده. میگم خیر ببینن این قانون دانا که یک قسم قانون خوب جور کردن، اگر نه حال مرا از دوغ و ماز پریز بکردن. کاکا شبا، فکر میکنم که ماز دوغ بسیار دوست داری. احمد بچیم، از ماز تو دوغ خانه یادم آمد، زود باید خانه بریم که کلگی منتظر ما خواد باشن. درست است کاکا جبار، تا تو چایت تمام میکنی من پیسی رستوران تا میپردازم، باز یک جای میریم. درست است، درست است، حال تو پیسه بده باز در خانه گپ میزنیم. شنونده های عزیز برنامه حقوقتان زندگیتان سلام. به برنامه حقوقتان زندگیتان باز هم خوش آمدین. در این برنامه هر هفته به شما در مورد موضوعات مختلف حقوقی، مساعدت های حقوقی و قوانین کشور آگاهی داده می شود. ممنوعیت شکنجه و لطکوب یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین الملل می باشد که با پیدایش و شکلگیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تایید قرار گرفته و ابزارهای جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری یعنی شکنجه تدارک دیده شده است. موضوع کنونی برنامه حقوقتان زندگیتان نیز ممنوعیت شکنجه می باشد. شما می توانید با شماره 0788-88-6350 با ما همروزه در تماس شوید و پرسش‌هایتان را مطرح نمایید. در این برنامه مهمانان گرامی ما
محترم مرزا رفعت استاد پوانتون و وکیل مدافع، محترم فیض الله اسحاق زئی مشاور حقوقی سازمان بین المللی انکشاف حقوق با ما در استودیو و محترم عارف اخترزاده عامر مساعدت های حقوقی ولایت هرات که از طریق تلفن با ما در برنامه وصل هستند. پیش از این که در مورد ممنوعیت شکنجه یا لتوکوب از مهمانان برنامه ما بشنویم، نخست از مردم بشنویم که در مورد چی معلومات دارند. به نظر ما شکنجه ظلم و ستم از مجموع که بیشتر در زندان ها و همچنان در مناطق دوردست شکنجه صورت میگیره. خب شخصی که خودش زندانی است و خودش یک شکنجه است، برشمو ظلم بس است. وقتی که با شکنجه میشه گوش بریدن یا هم بینیش و دست و پا و همه که همه شکنجه است. در کل میشه گفت شکنجه عبارت از ظلم و ستم است که در جاهای مختلف توسط افراد مختلف و به گونه های مختلف صورت می گیرد. شکنجه به نظر شخصی خودم لتوکوب کردن می باشد و بیشتر در زندان ها شکنجه تطبیق می شود. بالای کسایی که مجرم هستند به نظر خودم اصلا روا نیست یا در دین مقدس اسلام چنین نامده که هر گناهی که مرتکب شده باشه نباید شکنجه شود. بله شنوندای عزیز، شما را بازم خوش آمدید میگیم. شما میتونید که با ما مستقیما فعلا در تماس شوید. نمبر موبایل ما هست 0788-88-63-50. خب مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگیم و نخستین سوال خود از استاد محترم رفعت صاحب میپرسیم که چرا شکنجه ممنوع هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مهمان ذوالقدر و شنوندگان محترمتان سلام عرض ادب دارم. ببینید، شکنجه به این خاطر ممنوع هست که اول شکنجه یک عمل خلاف کرامت انسانی است. هر عمل خلاف کرامت انسانی هم از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قوانین مدون کشورها و هم از نظر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر کاملا ممنوع است. یعنی هیچ کس نمیتونه عملی را مرتکب شود که خلاف کرامت انسانی باشه. دومین مسئله هی است که در قوانین نافذه کشور ما هم آمده و قوانین بین المللی که شخص مظنون و متهم تا زمانی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم شناخته نشود بیگناه پنداشته میشه. پس کسی که هیچ گناهی هنوز مرتکب نشده و جرمش ثابت نشده، ما نمیتونیم که سر از او عملی را تطبیق بکنیم، لدوکوبی یا اذیت و آزاری. پس به این خاطر هم به خاطر کرامت انسانی و هم به خاطری که متهم هنوز هم بیگناه پنداشته میشه، شکنجه ممنوع است. پس ما ای تو گفته میتونیم که یعنی ممنوعیت شکنجه بر چند اصل یعنی استوار است؟ بله، ببینید، ممنوعیت شکنجه اول خلاف کرامت انسانی است. هر عمل خلاف کرامت انسانی هم از دیدگاه دین اسلام و هم از نظر قوانین مدون کشورها کاملا ممنوع است. دومی که وقتی شما شکنجه میکنین یک هدف داره نزد شکنجه، او شکنجه دو هدفی رو تعقیب میکنه. یک، بعضیایی که شکنجه میکنه به زعم خودشان شکنجه یک نوع مجازات است، در حالی که با مجازات کاملا فرق میشه. مجازات یک عمل قانونی هست، حلال است، مشروع هست، قوانین رو تثبیت میکنه و او تسجیل میکنه. اما شکنجه یک عمل کاملا خلاف قانون هست. پس این یک هدف. هدف دیگه ای که برای شکنجه عموما در نظر گرفته میشه که اعتراف بگیرین. باز هم قانون اساسی افغانستان به صراحت بیان کرده وقتی شما اعتراف و اقرار را که با شکنجه از شخص متهم و مظنون میگیرین، از نظر قاضی هیچ گاهی مدار اعتبار شناخته نمیشه. پس در اینجا شما یک عمل بی‌فایده را انجام دادین، چون هدفتون این بود که شکنجه کنین تا اعتراف به دست بیارین. وقتی اعتراف توأم با شکنجه شما به دست میارین، قاضی به رسمیت نمیشناسه. پس هم عمل خلاف کرامت انسانی هست و هم او هدف شکنجه کننده کی شکنجه میکنه برای خاطر کاملا یک چیز بی‌فایده و بی اساسی است. به این خاطر عمل شکنجه کاملا ممنوع است. بله، بسیار زیاد تشکر. خب سوال دیگه خود از جناب اخترزاده صاحب میپرسیم که جناب اخترزاده صاحب صدای ما را میشنوین؟ بله. به نظر شما آیا به شکنجه مجازات گفته میشه یا خیر؟ به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارانم در استودیو و سایر شنوندگان محترم. تشکر. خود شکنجه تا مجازاتی که انصار ما پیشتر روی از این تمرکز داشتن متفاوت است. مجازات چیزی است که در قانون جزده ها او پیشبینی شده و شکنجه هر آن چیزی که خلاف قانون باشه به خاطر تعذیب انسان. بله. به خاطر تعذیب انسان که او مخالف به قوانین نافذه هست و او مرتکبین از این مطابق به مقادات قانون مورد پیگرد قانون قرار می‌گیرد. بله، تشکر از شما جناب اخترزاده صاحب.
خب پس برمیگردیم به استودیو. جناب اساق زیسب، شما برای ما بگوین که آیا در مورد ای که قانون اساسی افغانستان درباره ممنوعیت شکنجه چیکو حکم کرده میشه که توضیح بتین در این زمینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در شروع سلام بر شما و دوست ما و شنوندگان رادیو. قانون اساسی افغانستان ماده 29 میش صراحت داره در مورد ممنوعیت شکنجه. ماده 29 قانون اساسی به صراحت حکم میکند که تعذیب انسان من است و مجازاتی که بر علیه کرامت برخلاف کرامت انسانی باشد و ممنوع است و همین عملی شکنجه گرچه هم برای گرفتن اقرار، اعتراف، معلومات و یا بل دیگه هر هدف مشروعی باشد این ممنوع هستند و همچنان بعدن بر اساس همین شکنجه اگر کدام اعتراف یا اقرار به دست آمده باشد طبق ماده 279 قانون اجرات اساسی قانون اجرات جزایی اجرات اساسی محاکم را در مجموع از شروع از پلیس تا محاکم آن را به بطلان مواجه می و همه آثار حقوقی آن را از بین میبرد. یعنی در مجموع قانون اساسی صراحتا شکنجه را منع فرمود، منع قرار داده. جناب ساقزی صاحب، به دغه مورد باندې چه مثلا قانون اساسی افغانستان د ممنوعیت شکنجه لپاره یعنی موضوع لري، یعنی ستاسو په نظر څومره زموږ خلک تر اوسه پورې په دغه مورد باندې پویږي او څومره باید وکړو چې په دغه مورد باندې پوه شي چې دغه ماده هلته موجوده ده؟ ستاسو سوال دوه برخې لري. یو دا و چې څومره اندازه باندې خلک پویږي. خلک به په عمومي شاید ډېر کم پویږي، خو بدبختي دا ده چې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه په دې مورد ډېر کم پویږي. بالخصوص موږ ډېر خلک مشکل د شکنجه په برخه کې د پولیسو په بخش کې او د امنیت ملي په بخش کې لرو. حتی زموږ جنوبي سازمان بیا تلیفوني تماس لرو. بله مهرباني وکړئ قطع شو. موږ مشکل لرو د پولیسو او د امنیت ملي چې په یعنی په دغه مورد باندې چې قانون اساسي څه حکم کړی دی په دغه مورد باندې موږ دا وغږیږي. بله قانون اساسي حکم کړی دی خو ما بله اوریدونکو لرو. بله بفرمایئ، برنامه حقوقتان زندگیتان است. زما نوم امیرزا دی، زه د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم، کوچه یم. مهرباني مهرباني امیرزا صاحب. ګورئ صاحب، زه دا تاسو پروګرام اورم له رادیو نه دلته په لوګر کې. زمونږ څو کوچیان دغه دولت نیولې دي او په وهلو وهلو یې د دوی څټه راوویستله. دغه پولیس خو زموږ کوچیانو سره ډېر ظلم کوي. دوی خو کوچیان دي، په هر ځای کې رمې پیایي، په غرونو کې دښتې دي، ولې دوی ورسره ډېر ظلم کوي؟ نو دا پولیسو نه به څوک پوښتنه وکړي د خبرې چې دا کوچیانو سره ولې ظلم کوي؟ بله ډېره مننه، ډېره مننه جناب رفعت صاحب. شما حتما سوال شنیدین، میشه که پاسخ بگوین در این قسمت و بعدا از دوست دیگه خود بپرسیم. خب خدمت شنونده محترم عرض شود که ما در قسمت شکنجه یک سوال داریم که به چه عملی ما شکنجه گفته میتونیم. شکنجه مخصوصا از طرف ارگانهای موظف خدمات عامه یا به امر موظف خدمات عامه انجام شود ما به او شکنجه میگیم. چیزی که شنونده محترم سوال کردن واقعا در اینجا شکنجه صدق میکنه، مگر بر یک مورد که عموما شکنجه ها به خاطر گرفتن اعتراف و اقرار انجام میشه که شخص مظنون هست یا شخص هم هست در توقیف خانه یا پیش سارنوال هست یا پیش پلیس، در اینجا به خاطر گرفتن اعتراف یا عمل انجام میشه. اما وقتی که یک شخصی از طرف پلیس اذیت میشه، مورد لدکوب قرار میگیره، دقیقا عمل شکنجه هست. اما اینکه اینا در کجا مراجعه میکنه دقیقا باید ارگانهای عدلی خب و قضایی. بیرون رفت از این خب معزل چی هست؟ بله، در قسمت راه بیرون رفت چند کار اساسی باید انجام شود. چیزی که پیشتر ساغزای صاحب هم گفت که اول باید نیروهای امنیتی ما موظفین خدمات عامه آگاهیشان نسبت به قانون بالا بره، هم به قوانین داخلی افغانستان و هم به کنوانسیون های حقوق بشر که افغانستان رو امضا کرده. یعنی دولت افغانستان مکلف هست که باید رو تطبیق بکنه. دوم ای که یک نوع آگاهی عامه برای عام مردم افغانستان داده شده، چون در خیلی از مواردی که متاسفانه پلیس مورد آزار و اذیت قرار میده دیگر، در توقیف خانه ها متهم میزنن، سارنوال شکنجه میکنن مظنون متهم در گرفتن اعتراف و اقرار، خود متهم و مظنون ایرا نمیگه که شکنجه مثلا یک عمل ممنوع است، یک عمل خلاف قانون هست، میگه که یه حق موظف خدمات عامه است. پس هم در سطح جامعه کار شو و هم آگاهی. تشکر جناب سازمان صاحب. اگر پاتی برخه چی یعنی به خپل قانون اساسی که یعنی چه حکم ده په یعنی په فشرده شکل باندې مطلب فشرده په یو نقطه کې خلاص وای چې د قانون اساسی د نوښته می ماده پر اساس باندې شکنجه او د انسان تعذیب منه دی او هغه کڅه هم د حقایق او د معلوماتو یا اقرار اعتراف ده تر لاسه کول. بله ډیر ممنون، تشکر جناب اخترزاده صاحب. صدای ما را بشنوین. برای ما بگوین که جزای مرتکبین عمل یعنی شکنجه در قوانین حافظی افغانستان
چی می باشه؟ کسانی که اعمال شکنجه را انجام دادن مطابق به فصل پنجم قانون جایگاه، یعنی روی سوی موظفین خدمات را ما در برابر افراد قوانین تحت چهار ماده. بله، یک شنونده ما با ما در روی خط هستن، این سوالشون را می گیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم، برنامه حقوق است. بله، برنامه حقوقتان زندگیتان، موضوع شما شکنجه یا لاتوکوب. ببخشید محترم، من امروز یک شرطم را رفیق کنم از این فرق همی شکنجه و لاتوکوب چی هست متوازی اگر بگوییم. تشکر بسیار زیاد. خب اخترزاده صاحب، برای از این سوالی که ما شما کردم، میشه کمی فرق بین شکنجه و لاتوکوب بگوییم برای شنونده ما؟ خب در تاریخ شکنجه آمده که هر آن چیزی که دست آور باشه، چی جسمی باشه، چی روحی باشه، چی روانی باشه، این رو خودش شکنجه نامیده میشه و خود شکنجه یکی از موارد نقض حقوق بشری هست که با شدیدترین وجه میتونه کرامت انسانی رو مورد تعرض قرار بده. بله، این شکنجه میگن و مجازات هم که قبلا گفتم که در ارتباط به مجازات رو قوانین، یعنی لاتوکوبش با چی معنا هست در این قسمت؟ لاتوکوب هم خود همو لاتوکوب هم به معنای یک نوع شکنجه هست که به خاطر گرفتن اقرار یا اعتراف از کسایی که مورد اتهام قرار میگیره، مورد اونا چی میکنن؟ بله، به خاطر گرفتن اعتراف یا اقرار. بله، تشکر. حتما شنونده ما همو پاسخ خود گرفتن. خب به مو سوال باز برمیگردیم که جزای مرتکبین که عمل شکنجه را در قوانین حافظه افغانستان یعنی چی میباشه؟ بسیار کوتاه. بله، و مواد 275 تا 279 یعنی 4 ماده در قانون جزا، کسایی که مرتکب اعمال شکنجه میشه او پیش بینی کرده جزایی که میتونه که اگر دوستان میخوان که در رفت به ازید و جزیات ازید بخواهن میرن در قانون جزا مراجعه کنن و او مطالعه قرار بدن. به عنوان مثال یکی از مواد از این میخوان که خدمت شما و شنوندای محترم فراحت کنم، مثلا یک از مواد که 275 قانون جزا فوق مرگ و معذف خدمات عام متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید یا با من حمل نماید، این تعویل محکوم نگرده. کسایی که همچه اعمال را انجام میده از جهت 4 ماده در قانون جزا مورد مجازات قرار میگیرند. بله، بسیار زیاد تشکر جناب اخترزاده صاحب، حتما سوالات دیگه ما شما خواد داشتیم. خب جناب رفعت صاحب، پیش از این که به می سوال بریم، خب میشه که بسیار جناب اخترزاده صاحب هم اشارات داشتن در مورد فرق بین شکنجه و لاتوکوب، میشه که شما هم یک چیزی در این خصوص بگوین؟ ببینین، فرق اساسی در این هست که اول خو یکی از مصادیق شکنجه لاتوکوب است. این وقت لاتوکوب اتفاق میفته به خاطر گرفتن اعتراف و اقرار از طرف موظف خدمات عامه، برای میگن شما شکنجه. و این شکنجه تنها لاتوکوب کردن نیست، شکنجه به عمل جسمی و روحی گفته میشه. مثلا یک پلیس کسی را استنتاق مستنطق هست، پیش روی خود میشانه، از متهم میخواد اقرار بگیره. برای شخص مظنون یا متهم میگه که اگر شما اعترافی به یعنی گپ نکنین یا به یه عمل نکنین، من خانواده اختطاف میکنم. یا اگر شما اعتراف نکنین، من 3 شب شما رو بیدار خوابی میتونم. اگر شما اعتراف نکنین، من یعنی عمل مرتکب میشم. این شکنجه روحی است، یعنی که شما روحن صدمه میدین. اما عمل شکنجه فیزیکی به او عمل گفته میشه که یکی از مواردش لاتوکوب کردن است، با زدن سلی، نگه داشتن در یک اتاق بسیار سرد و که خلاف قوانین باشه. مثلا در خیلی از موارد اتفاق میفته که مظنون و متهم در یک سلول داخل میکنه، 3 شب شاور سرش عموتر آب جاری هست بدونی که آب قطع بکنه، یا مثلا اینا رو بیدار خوابی میده یا توسط اعمال است. چی لاتوکوب؟ بله، پس لاتوکوب یک از مصادیق شکنجه. بله، تشکر شما جناب ایسام زای صاحب. پس تر از او بر ما بگوین که کنوانسیون بین المللی منع شکنجه را چگونه یک تعریف کرده. قبلا ما اشارات در خصوص داشتیم، کمون گتا اشاره بکلی پتک مورد ده. من شکنجه بین المللی کنوانسیون شکنجه تعریف کرده، او هغه ویلی دی هر د موظف خدمات عامه هر هغه عمدی عمل چې
د موازده د متهم یا د مزنون څخه د اقرار یا د اعتراف د اخستلو په نیت باندې تر سره کیږي چې په فزیکی یا روحي شدید درد او رنج باندې منجر سي شکنجه ده. یعنی په دې مطلب باندې کله چې یو د موظف د خدمات عامه یو پولیس داسې یو عمل تر سره کوي د یو متهم پر مقابل د یو مزنون په مقابل کې د متهم په مقابل کې چې د د قصدن دا کار کوي چې تر څو اعتراف ځینې وخت له هغه شخص ناراحت سي روحان ناراحت سي یا فزیکلی هغه د درد احساس وکړي، لکه څنګه چې استاد محترم یادونه وکړه چې شکنجه بیا موږ پر دوه برخو ویشو چې فزیکی او روحي راځي. فزیکی لکه لته کوب چې مخکې مو ورور سوال وکړي هغه وو، په روحي کې داسې راځي فرزن اختار ورکول توهینامیزه خبرې ورته کول هغه ته داسې خبرې کول، یعنی دغه مسائل په کنونسیونونو کې بله 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 دا ذکر سوي دي. بله تشکر دی مننه جناب رفعت صاحب. چرا اقرار و اعتراف توأم با شکنجه وسیله اثبات یعنی تلقی و شمرده میشه؟ خب ببینین، شکنجه وقتی اتفاق میفته استاد محترم یکی از نتایج عمل شکنجه هست که تلقی میشه. یکی از نتایج عمل شکنجه هست که اراده را سلب میکنه. در دین اسلام خصوصا در فقه اسلامی و قوانین نافذه کشورهای اسلامی بر علاوه قوانین کل کشورها برای امر تاکید داره، وقتی شما اعتراف میگیرین، اقرار میگیرین، اقرار و اعترافتان باید با اراده کامل در فضای بسیار آزاد انجام شود. وقتی که شکنجه اتفاق... بله جناب رفعت صاحب، یک شنونده ما در خط هستم. بله بفرمایید. برنامه خوختم زندگی تان هست؟ بله بفرمایید. اسم من اسدالله از ولایت کاپیسا هستم صاحب. یک سوال داشتم در رابطه با بفرمایید سوالتان هم بگوین. سوال ما چنین است صاحب که اگر متهم به جرم خود اقرار نمیکنه، در حالی که اگر در غیر ذکر شکنجه باشه، این مثلا راه حل در رابطه با ای است؟ بله بسیار زیاد تشکر. حتما ساقزای سب تاسو دا سپورتان هم آوری دلیب میره بانی وکری دا ملگره دیرش سوال وکی که چرده فرزن شیه یو اعتراف د شکنجه د لارې ونیسي، آیا بل نورې لارې شته چې هغه یو جرم ثبوت کړي؟ اول خبره دا ده چې د څارنوال مکلفیت دا نه دی چې حتما جرم ثبوت کړي، ګرچې مکلفیت یې دی خو د هغې علالسوی ارزیابي ده. یو اعتراف د 19 مادې پر اساس د قانون اجرات جزایی ده، د اثبات دلیل دی خو یوازې اعتراف نه دی، د اثبات دلایل نور موارد هم لري. مو یعنی که چېرته هغه زموږ عدلي بخش کارمندان، زموږ څارنوالان، زموږ پولیس هغه وي مسلکي وي، هغه که هېڅ ضرورت نه لري چې شخص اعتراف وکړي، هغه نورې لارې چارې شته چې فرضاً د جرم پر خلاف مدارک راټول کړلی شي چې تر څو ثبوت شي چې آیا دا شخص مرتکب دی که نه. بله ډېره مننه. باز هم به مو سوال برمیگردیم. حتما شنوندهای ما منتظر هستند که چرا اقرار و اعتراف توأم با شکنجه وسیله یعنی اثبات تلقی نمیشه؟ بسیار کوتاه اگر به خاطر اینکه اراده را ضعیف میسازه. وقتی شما شکنجه میشین، زیر شکنجه با اراده آزاد و کامل خود حرف گفته نمیتونین، تحت تاثیر و عمل شکنجه میرین، مجبور هستین از یک عامل سومی دیگه فشار وارد میکنه که شما اینا حرف بگین، در حالی که ممکن او اتفاق نیفته باشه. بله. به این خاطر چون اراده را زایل میکنه مدار اعتبار نیست. بله بسیار زیاد تشکر جناب اخترزاده صاحب. بازم سوال بر شما میگرده که شکنجه از طرف کی باید اعمال گردد که عمل شکنجه یعنی اتفاق بیفتد؟ خب از طرف موظفین خدمات عامه، کسایی که موظفین خدمات عامه هستن، عملی که خلاف قانون باشه و در قانون پیش بینی نکرده باشه که یک از این جمله خود شکنجه هست، اگر یک مرتکب از او بشه، امیدونیم که اونا رو مورد تجرید قانونی قرار دادیم و مطابق به قانون مجازات اونا قابل مجازات هستن. بله. برگرده که موظفین خدمات عامه کی خواهد بود، میتونن مطابق به قانون جزا ما مامورین اجیران دولتی و تصدی های دولتی، مامورین و اجیران مؤسسات عامه، اعضای ارگان دولتی و جرگاه ولایتی و محلی، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود و سایر اشخاص که تصادفشان معتبر شناخته میشود در پیشگاه محکمه، اونا کسایی هستن که از جمله موظفین خدمات عامه شمرده میشن. بله بسیار زیاد تشکر جناب رفعت صاحب. بازم سوال بر شما برمیگرده که این موقف قوانین جزایی افغانستان در مورد شکنجه چگونه هست؟ ببینید قوانین جزایی افغانستان به تصحیح از قانون اساسی افغانستان شکنجه را کامل نگمل خلاف کرامت انسانی و ممنوع قرار داده. شما مواد به صراحت جزای مرتکب عمل شکنجه را پیشتر همکار ما از هرات فرمود که حسب احوال به حبس طویل و اگر
مرتکب کسی رو که شکنجه میکنه زیر شکنجه فوت کنه به حد مجازات محکوم میشه، یعنی قتل عمد حساب میشه. پس هم قانون جزای افغانستان و هم قانون اجرایی جزای افغانستان شکنجه را ممنوع قرار داده و گفته که اعتراف و اقرار باید در فضای کاملا آزاد صورت بگیره. علاوه بر ازو گفته هیچ متهم و مظنونی تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته نمیتونه. بله، بسیار زیاد تشکر از توضیحات مفصل شما. خب جناب ساغزای صاحب، شما بر ما بگین که برای لزی که ما در مورد شکنجه صحبت شد، یعنی به نظر شما عوامل شکنجه یعنی چی میباشه؟ کدام عوامل بسیار زی دخل است در این رابطه؟ عوامل مختلف که دلیسی دری عوامل دیر اساسی دی شکنجه در لوجه تخه. یو عامل دادی چی در مورد عدلی و ارگانونو در عدلی و قضایی و ارگانونو در کارمندانو غیر مسلکی توب بالخصوص د پولیسو امنیتی ملی په بخش کې تو عامل چې هغه په دې عمل باندې نه پویږي چې د شکنجه یو جرم دی. اکثره زموږ پولیس په ولایاتو کې ځکه چې صحیح تربیه نه دل نه ور باندې پویږي. یو عامل دا دی. دویم په مجموع کې د قانون عدم تطبیق پر شکنجه کوونکو هغه کسان په عدلی او قضایي ارګانونو کې چې په خوا د شکنجه د جرم مرتکب ګرځېدلی دي هغه تعقیب سوي نه دي. عادي تعقیب سوي نه دي، نو په دې خاطر نور د پاره د یو جراتي ورته ورکړي. دریم اساسي شی چې دی هغه دومره مهم نه وي، خو بیا هم یو اساسي نقطه راځي، هغه دا دی عقدی انسانی عقدی په انسان په دولتي ارګانونو کې په خصوصا د امنیتی ملي په بخش کې دا عقدا یو لاغه اساسي عوامل ده دغه څخه. بله، ډیره مننه صاحب. خب اول میریم به طرف جناب اخترزاده صاحب. خب شرمندی خود داریم. بله سلام علیکم، صحت مشری، مهرباني وکړی. مننه ورور جان د کندهار څخه بلاری کوم ولې د غفار خان یم. مهربانی زموږ د برنامه وخت هم لږ پاتې ده، مهربانی سوال مطرح کړی. د ساسو د پروګرام چې دی دا بارا ډیر شدی، فقط بارا ساسو د ادارې د میلمانه چې تاسو میلم کړی دی، د دوی د ادارې دا پر داخلي زندانونو کې څارنه کوي، د دوی لخوا نه که پر بهرني زندانونو هم دوی څارنه کوي. بله ډیره مننه صاحب، تشکر تاسو نه. خب حتماً دا مسائل ساغزای صاحب دا توضیحی لپاره دا مسائل که زموج دا اداره چی کم اداره چی دا کار کمی دا حقوق دا سا دا انکشاف بین املی سازمان چی دی کم نظارت نکی، صرف یوازی دا عدلی ارگانونو دا علمی ستی دا لورول پا بخش کار که کم نظارت نه پا داخلی بخش که مشکل نه پا خارجی بخش. تشکر اخترزاده صاحب. مشنوین صدای مرا؟ به خاطر از اینکه راهکارهایی را برای رفع شکنجه در افغانستان شما چی را پیشنهاد میکنین؟ پیشنهاد شما چی است؟ به نظر ما در قدم اول آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسیشان، مشکلات وجود داره، مردم از حقوق اساسیشان آگاهی ندارن. یعنی هدف آگاهی مردم باید تزیین شده کسایی که در موظفین خدمات عامه هستن. اگرچه ما به این نظر هستم که اکثرشان از قوانین آگاهی دارن، اما چون طرف متهم باشه او آگاهی ندارن، اینا گاهی میشه باید تزیین شه که سوی استفاده قرار بگیرن یا این که از صلاحیت وکیلی خود سوی استفاده کنن. بله بسیار زیاد تشکر جناب اخترزاده صاحب. شما جناب رفعت صاحب شما چی پیشنهاد میکنیم؟ یک 20 ثانیه وقت داریم. ما سه مورد، یک آگاهی دهی برای پلیس، یک آگاهی دهی برای مردم و چیز دیگه ای که خیلی مهم و اساسی است، قوانین نافذه افغانستان باید تعدیل شده. بله بسیار زیاد تشکر. خب تشکر میکنیم از مهمانان برنامه خود در استودیو و مهمان ما که از ولایت هرات با ما در تماس بودند. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان میرسد و شما می توانید به شماره 0788-88-6350 که شماره برنامه هست و 24 ساعت فعال است زنگ بزنید و نظریات و سوالاتتان را مطرح نمایید. همچنان صفحه فیسبوک ما یعنی حقوقتان زندگیتان نیز در خدمت شماست و می توانید برنامه های ما را از آن طریق بشنوید و هم نظریات، سوالات و پیشنهادات نیکتان را با ما شریک نمایید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار همه تان. تو را حق دادم از آویان خدایت، شکن زنجیری از آرد زباید، کنیم نابود خشونت را زمین، همین باشد تو را راه و رضایت، نسوز ثابت به مردم حرف آید، زن و مردی وطن شریک و هم داشت، همین باشد وطن را بس کفاید، تو را حق دادم از آویان خدایت.
این برنامه از طرف شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان به همکاری IDLO به شما تقدیم گردید.